سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه دیگر از ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی هستم. این برنامه را به موضوع گفتگوهای اخیر جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 اختصاص دادیم. نخست گزارشی داریم از تلاش کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران و در ادامه گفتگویی خواهیم داشت با خانم شهران تبری، روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر بریتانیا در لندن، و به بررسی بیشتر آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 هفته گذشته در ژنو برگزار شد می‌پردازیم. با ما همراه باشید. پس از پایان بی نتیجه مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5 به علاوه 1، کمیته امور بانکی مجلس سنا در صدد برآمد تحریم‌های جدیدی را علیه ایران به تصویب برساند. جان کری به کمیته امور بانکی سنا گفت اگر جریمه‌های اقتصادی بیشتری برای نقض تحریم‌های ایران وضع شود، ممکن است ایالات متحده همراهی برخی از طرفین مذاکرات هسته‌ای را از دست بدهد. آقای کری تاکید کرد وضع تحریم‌های بیشتر علیه تهران گفتگو با ایران را ناکام خواهد گذاشت. کاخ سفید آمریکا میگوید بی اثر شدن سیاست ورزی در برابر تهران به معنی حرکت آمریکا به سوی جنگ است، چرا که گزینه‌های زیادی باقی نمی‌ماند. به گفته کاخ سفید، مردم آمریکا رژه به سوی جنگ را نمی‌خواهند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید میگوید شهروندان آمریکایی مایل به پیدا شدن راه حلی مسالمت‌آمیزند که جلوی دسترسی ایران به سلاح اتمی را بگیرد. او می‌افزاید اما جایگزین دیگر جنگ است. آنچه دولت تاکید دارد خواست مردم آمریکا نیست. همزمان وزارت خارجه ایالات متحده نیز اعلام کرده است وزیر خارجه قرار است امروز چهارشنبه 23 آبان ماه به قانونگذاران در کنگره بگوید که تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در شرایط فعلی اشتباه است. به گفته جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، آقای کری تصویب چنین طرحی را در حالی که مذاکرات در جریان است اشتباه می‌داند و از کنگره می‌خواهد به طور موقت تصویب هر گونه تحریم را علیه ایران متوقف کند. خانم ساکی گفته است آنچه که در حال حاضر در پیان هستیم یک توقف موقت در برابر تصویب تحریم هاست. کمیته امور بانکی مجلس سنا قرار است طرح تشدید تحریم‌های ایران را به زودی بررسی کند. در همین حال یکی از مشاوران تیم جانسون، رئیس کمیته امور بانکی سنا، گفته است که نمایندگان پس از شنیدن سخنان آقای کری در این باره تصمیم گیری خواهند کرد. مخالفان سیاست خارجی دولت آمریکا میگویند با افزایش فشار بر ایران امکان موافقت این کشور با خواسته های هسته‌ای کشورهای غربی افزایش می‌یابد. سناتور رابرت مندز، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، سه‌شنبه با انتشار یک یادداشت در روزنامه USA Today نوشت که تصویب تحریم‌های تازه تضمین کننده حسن نیت ایران در مذاکرات آتی خواهد بود. به گفته او، ایران نباید به طور همزمان هم در مذاکرات هسته‌ای شرکت کند و هم به گسترش برنامه اتمی خود بپردازد. آخرین گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 در ژنو تا 18 آبان ماه ادامه داشت. در جریان مذاکرات 3 روزه ایران و این گروه و در حالی که وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، آلمان، روسیه و فرانسه ناگهان به مذاکرات پیوستند، امیدواری ها برای دستیابی به توافق افزایش یافت. اما این مذاکرات بدون توافق نهایی به پایان رسید و طرف ها اعلام کردند که دور بعدی آن در 29 آبان ماه برگزار خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده است که آن کشور یا به دنبال توافق خوب با ایران است یا آنکه ترجیح می‌دهد هیچ توافقی صورت نگیرد. دور دوم مذاکرات اتمی ایران با گروه 5 به علاوه 1 پس از 3 روز بدون توافق میان طرفین پایان یافت و قرار است مذاکره کنندگان گفتگوهای خود را کمتر از 1 هفته دیگر در 20 نوامبر از سر بگیرند. عدم توافق در حالی است که خوشبینی‌هایی برای رسیدن به تفاهم میان طرفین گفتگوها افزایش یافته بود. هفته گذشته یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران سفر کرد و گفت برنامه اتمی ایران از زمان روی کار آمدن حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ایران، تغییر عمده‌ای نکرده است و ایران به غنی‌سازی 20% ادامه داده است. همزمان سناتور رابرت مندنز، رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، گفت ایران نباید به طور همزمان هم در مذاکرات هسته‌ای شرکت کند و هم به گسترش برنامه اتمی خود بپردازد.
اما چرا آخرین دور مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک به توافق منجر نشد و تلاش‌های محافل تندرو در ایران و آمریکا چقدر بر روند مذاکرات تاثیر گذاشت؟ برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگویی انجام دادم با خانم شهران تبری، روزنامه نگار و عضو حزب کارگر بریتانیا، و از ایشان پرسیدم تحلیل شما از آخرین دور مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک در ژنو چیست؟ این مذاکرات از یک بابت بسیار مهم هستش، برای اینکه به دنبال سفر آقای روحانی به سازمان ملل و صحبت‌هایی که شد و تماسی که با تلفنی که با آقای اوباما گرفتن و صحبتی که با جان کری کردن، یه فصل جدیدی در سیاست خارجی ایران باز شده و مهمترین مطلبی که این سیاست خارجی الان باید بهش بپردازه همین مذاکرات ژنو هست، یعنی گفتگوی درباره برنامه هسته‌ای ایران که تمام دنیا الان مسئلهش حل این موضوع هستش. خب اونطور که میدونیم مسائلی که مطرح شد در این گفتگو به بیرون درز نکرده و ما از جزئیات اون اطلاعی نداریم و مذاکرات هم بعد از 3 روز بدون هیچ نتیجه گیری خاصی به پایان رسید. البته 10 روز دیگه، الان میشه مثلا 8 روز دیگه، 2 مرتبه در 29 آبان مثل این که در ژنو مذاکره خواهند کرد و به هر حال اونجا باز دنبال خواهد شد مسائل. ولی اینکه صرف اینکه مذاکراتی شروع شده و صرف اینکه چندین وزیر خارجه، یعنی تمام وزرای خارجه گروه پنج به علاوه یک در اونجا حضور داشتند و در مذاکره شرکت داشتند، خانم اشتون در مذاکره شرکت داشته، خود این موضوع جدیدیه و فصل جدیدیه و نقطه عطفی هستش در سیاست خارجی ایران. حالا اینکه آیا مسئله هسته‌ای ایران به نحوی که هر دو طرف بر سر اون توافق داشته باشن حل بشه یا نه، قدم بعدی هستش. من فکر میکنم این موضوع با مشکلات زیادی روبرو هست. از طرف ایران به هر حال گروه هایی هستند، دسته هایی هستند که تندرو هستند و نمیخوان به هیچ عنوان کوتاه بیاد. آقای روحانی میخواد این وسط رو به اصطلاح بگیره، میانه رو بگیره. از اون طرف در غرب هم کسانی هستند که حاضر نیستن از یک سری موازی کوتاه بیان و حالا معتقد هستن که اگه بخوان از یه حدی بیشتر تقاضاهاشون رو کم بکنن دیگه اصلا فایده ای نداره این مذاکرات. یعنی مسئله اونا، هدف اونها این هستش که به دنیا و به خصوص به خاورمیانه، نه فقط اسرائیل بلکه ترکیه، عربستان سعودی، امارات و تمام اینها نشون بدن که ایران امکان تولید بمب هسته‌ای رو نداره. اینکه ایران خودش بیاد بگه که نه ما نمیخوایم بمب هسته‌ای درست کنیم کافی نیست. این بایستی که در عمل در با شواهد کافی و مستدل مذاکره کنندگان 5+1 یا 3+3 بتونن این موضوع رو ثابت کنن و طرفهایی رو که در این موضوع زینف هستن قانع کنن که ایران نخواهد بمب هسته‌ای نخواهد داشت. حالا این پروسه، این فرایند چطور پیش بره، این مسئله ای که باید در آینده به اون نگاه بکنیم. من فکر میکنم یکی از مسائل اساسی در این گفتگوها فرایند اعتمادسازی بین ایران و جامعه بین‌المللی هست. من فقط نمیگم غرب، من میگم جامعه بین‌المللی، چون اون طرف قضیه چین و روسیه و خاورمیانه و همه اینها هستند. این پروسه اعتمادسازی، این فرآیند اعتمادسازی یکی از مسائل مهم هست. همانطور که اشاره کردید، اعتمادسازی میان طرفین گفتگوها یک امر دو سویه است. جمهوری اسلامی ایران چگونه میتواند اعتماد جامعه جهانی را به دست آورد؟ ببینید، همین امروز آقای اوباما به کنگره آمریکا گفته که تحریم‌های علیه ایران رو تشدید نکنید، برای اینکه ما در حال مذاکره هستیم. البته از اون سو شرایط شرایط اضطراری برای ایران رو امضا کرده و که در سال 79 بعد از گروگانگیری سفارت در حکومت کارتر امضا شده بود، این رو برای یک سال دیگه، به مدت یک سال دیگه شرایط اضطراری در برابر ایران رو تمدید کرده. ولی خب فقط یک سال تمدید کرده، یعنی نشون میده با این
دو کار، یعنی با اینکه از کنگره خواسته که تحریم ها رو تمدید نکنن و شرایط اضطراری ایران رو فقط یک سال دیگه تمدید کرده، نشون داده که میخواد که این مذاکرات به نتیجه برسه. در نتیجه این یک حسن نظر به نظر من از سوی آمریکا هست. جامعه اروپایی هم که تمام امکانات رو، مثلا بریتانیا سفیر غیر کارداره ببخشید نه سفیر کاردار غیر ساکن رو در ایران چند روز پیش نام برده، آقای شارما قراره که مرتب بین ایران و بریتانیا سفر کنه و با خانم اشتون هم تمام به اصطلاح اون پیام هایی رو که باید نشون دهنده این باشه که ما خواهان رسیدن به یک کسب اعتماد شما هستیم رو دارن میفرستن. آقای اوباما به کنگره گفته خب اگر که بخواید تحریم ها رو تشدید کنین، گزینه دیگه جنگه، آیا گزینه جنگ رو میخواید؟ خب این خودش پیام خیلی مهمی هستش. از اون طرف ایران باید به غرب نشون بده، به جامعه جهانی نشون بده که در گفته هاش صادق هست. و چطوری میتونه در گفته هاش صادق باشه؟ سوال شما این هست که شفافیت در نشون دادن تمام فعالیت های هسته ایش، متوقف کردن غنی‌سازی 20%، متوقف کردن عراق، آب سنگین عراق، برای اینکه اینها برای برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ضروری نیست، برای برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز احتیاجی به غنی‌سازی 20% نیست، احتیاجی به آب سنگین عراق نیست، تأسیسات آب سنگین عراق نیست. در نتیجه ایران اگر میخواد واقعا اون پیامی رو بفرسته که برنامه هسته‌ایش برای صلح‌آمیز هست و برای ساختن بمب هسته‌ای نیست، باید به این خواستهای غرب توجه بکنه. دیروز آقای کامرون وزیر نخست وزیر بریتانیا با آقای اوباما مفصل درباره اینکه در دور بعدی چه مسائلی رو باید با ایران مطرح بکنن درباره این موضوع گفتگو کرده. بنابراین خواست از سوی غرب، خواست گفتگو و تعامل و حل مسئله هسته‌ای از طریق گفتگوست. حالا این به نظر من توپ در میدان ایران هستش در و ایران بایستی نشون بده که این فرایند اعتمادسازی به خوبی به پیش بره. کاخ سفید به کنگره هشدار داده که در صورت بی اثر شدن تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مناقشه اتمی با ایران، تنها چند گزینه معدود از جمله کاربرد نیروی نظامی پیش روی اوباما باقی می‌ماند. این لحظه تأثیری بر روند اعتمادسازی میان طرفین دارد؟ خیلی مهمه این موضوع. من در صحبتی که قبلا کردم گفتم که این آقای اوباما نمیگه که ما میخوایم با ایران جنگ بکنیم. آقای اوباما داره به کنگره هشدار میده که حواستون باشه اگه بخواید روند مذاکرات رو مخدوش کنید، اگه نخواهید که این مذاکرات به خوبی پیش بره، اون وقت گزینه دیگه ای در برابر ما نیست، گزینه جنگ هست. و اون هم گفته، آقای اوباما گفته مردم آمریکا هیچ تمایلی به جنگ ندارن دیگه، برابر این گزینه جنگ رو وردارین. به عبارت دیگه، به کلام دیگه، اتفاقا حرفش این هست که گزینه جنگ رو بی اثر کنید، با کاری نکنید که گزینه جنگ مطرح باشه این وسط و بخواید که بر تبل جنگ بکوبید. کاملا اتفاقا عکس این حرف رو داره میزنه. بایستی حرف آقای اوباما رو به درستی تعبیر کرد، نه اینکه به غلط. پایان بی نتیجه مذاکرات اخیر در ژنو بر تلاش گروهی از نمایندگان آمریکا برای تصویب طرح تشدید تحریم ها علیه ایران افزوده است. چنانچه طرح تشدید تحریم ها علیه ایران در کنگره به تصویب برسد، چه تأثیری بر روند مذاکرات خواهد داشت؟ خب میدونید به هر حال کشورهای غربی کشورهای دموکراتیک هستند. در ایران هم با وجودی که خب نمیشه گفت کشور دموکراتیک هستش، ولی در داخل خود حکومت جریانهای متفاوت هستند که صداهای مختلفی، یعنی نظرات مختلفی رو بیان میکنن. در آمریکا هم کسانی هستند، در اکثریت در کنگره با کسانی هستش که مخالف متوقف کردن تحریم ها هستند. اونها میگن ایران باید
اون چیزهایی رو که اون شرایطی رو که جامعه جهانی ازش میخواد بپذیره و ما نبایستی که با یک قیمت کمی به اصطلاح این تحریم ها رو برداریم، بلکه باید با همون قیمتی که ما میخواییم که این تحریم ها برداشته بشه، یعنی اطمینان کامل از غیر هسته‌ای بودن غیر بمب هسته‌ای بودن برنامه هسته‌ای ایران، اطمینان کامل بعد از اون داشته باشیم تا اینکه تحریم‌ها رو کنار بذاریم. اونها معتقدن اگه الان تحریم‌ها رو کنار بذاریم، خب اون وقت ایران باز دوباره میتونه به این ترتیب وقت بخره و سلاح هسته‌ای رو از اونجایی که نزدیک به تولید سلاح هسته‌ای هم هست، سلاح هسته‌ای رو درست بکنه. فراموش نکنیم که ایران با تولید بمب هسته‌ای فاصله چندانی نداره. بنابراین نگرانی جامعه جهانی از این موضوع هم بی‌معنی نیست و این به اصطلاح نمیخوان که وارد جنگ با ایران بشن، بلکه میخوان که تاکید بکنن که ایران باید دست از تولید بمب هسته‌ای ورداره و اگر ایران این کار رو نکنه و این اعتماد رو به جامعه جهانی نده و بخواد که خیلی ارزون به اصطلاح این تحریم ها رو برداره، به نظر من موفق نمیشه. به نظر من فکر میکنم که فشارهایی که در جامعه آمریکا هست، علارغم اینکه کاخ سفید و آقای اوباما میخواد که مسئله تحریم ها برداشته بشه، یعنی تشدید نشه تا اینکه مذاکرات با ایران ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم در مجموع هیچ کس، نه کاخ سفید نه کنگره، هیچ کدوم نمیخوان که با یه قیمت ارزونی یعنی تحریم ها برداشته بشه، ایران هم اون اطمینان کامل رو نداده باشه. این خواسته هیچ کس نیست. اون چه که آقای اوباما میگه، اون چه که کاخ سفید میگه اینه که در طول مذاکرات ما به اصطلاح این اختشاش ایجاد نکنیم، ما دون راکت بود این به اصطلاح کشتی مذاکرات رو متزلزل نکنیم، این اصطلاحی که به کار برده میشه. بنابراین مسئله شونی برای همینم برای یک سال دیگه شرایط اضطراری در برابر ایران رو تمدید کرده، برای اینکه فکر میکنه که این یک سال برای این مذاکرات کافی هستش، بعد ببینن به چه نتیجه میرسن. من فکر میکنم ایران باید آماده باشه برای اینکه گفتگوها رو در دور بعدی امتیازات، یعنی اطمینانهایی رو که اون موانعی رو که بر سر راه هست برداره و اطمینان‌هایی رو که جامعه جهانی میخواد بده، تا اینکه از تمام این به اصطلاح سنگ‌هایی که جلوی این مذاکرات انداخته میشه جلوگیری بشه. من فکر میکنم برای ایران داشتن بمب هسته‌ای فایده‌ای نداره اصلا. من میگم ایران بهترین کار براش این هستش که مسئله اقتصادیش رو حل بکنه و این مسئله بمب هسته‌ای رو یه جوری کنار بذاره که خودش راحت بشه از این موضوع و بپردازه به مسائل دیگه‌ای که جامعه مبتلا بهش است. جمهوری اسلامی اعلام کرده که غنی‌سازی خط قرمز است و با توجه به اینکه یکی از بحث برانگیزترین و جنجالی‌ترین نقطه اختلاف میان ایران و گروه پنج به علاوه یک بحث غنی‌سازی 20% است، تا چه اندازه توافق در این موضوع محتمل است؟ خب اگر بخوان پافشاری، اگر اون گروهی که معتقد غنی‌سازی 20% و آب سنگین عراق، تأسیسات آب سنگین عراق خط قرمز ایرانه، اگه اون گروه دست بالا رو داشته باشه و اگه بخواد اون گروه پیروز بشه در این مذاکرات، خب مذاکرات به نتیجه نمیرسه به نظر من، برای اینکه حاضر نیست گروه غربی با یک دست خالی به این مذاکرات پایان بده و به توافق برسه و تحریم ها رو برداره. من فکر میکنم که آقای روحانی، آقای ظریف بایستی که با طرف های مخالف این موضوع بنشینند و گفتگو در داخل ایران رو به یک جایی برسونند که به اونها اجازه داده بشه دستشون باز باشه که در این مسائل به خواستهایی که جامعه جهانی از اونها داره تن در بدن. این خواستای مهمی هستش. این خواستا شرط اول اعتمادسازی هست برای پرونده هسته‌ای ایران، وگرنه بدون اون اصلا معنی نمیده. مثل اینکه برگردین سر جای اول، پس چه کار میخوان بکنن، چی میخوان بدن در برابر برداشتن تحریم ها؟ این رو باید گفت. ما از جزئیات مذاکرات درسته که اطلاع نداریم، ولی بالاخره میدونیم مسائل کلی چی هستن. مسائل کلی همین مسئله تاسیسات مخفی ایران زیر کوه هستش که باید درش باز باشه. خب آقای اومانو به ایران رفتن، با آقای صالحی قراردادی بستن برای اینکه نظارت و بازرسی ها روشن و
شفاف باشه، اگر که اونها راضی باشن که به این نظارت ها روشن و شفاف هست، خب قدم بزرگی هستش در راه تأمین خواست های جامعه جهانی. ولی قدم دیگه مسئله غنی‌سازی 20%ه که خیلی مسئله مهمی هستش. آخه غنی‌سازی 20% برای موارد غیر بمب، موارد غیر به اصطلاح جنگی فایده ای نداره. اگر ایران برای نیروگاه ها غنی‌سازی میخواد بکنه، اگر برای مسائل پزشکی غنی‌سازی میخواد بکنه، راه های دیگه هستش و احتیاج به غنی‌سازی 20% نداره، احتیاجی به آب سنگین عراق نداره. بنابراین پافشاری بر روی اونها یک جور لجبازی در برابر غرب و امکان و میشه فهمید، برای اینکه یه عده‌ای در ایران هستن که اصلا رابطه با غرب رو نمیخوان، رابطه با آمریکا رو نمیخوان. اونا فکر میکنن رابطه با آمریکا یعنی تسهیل رابطه با آمریکا. ممکنه ایران سفارت باز نکنه با آمریکا یا مثلا کاردار رد و بدل نکنه، ولی آسان شدن و تسهیل رابطه و باز شدن در گفتگو با آمریکا رو حتی نمیخوان. برای اینکه همونطور که میدونید در همون در زمانی که گفتگوها در ژنو جریان داشت، در ایران داشتن پرچم آمریکا رو میسوزوندن و شعار میدادن، شعار مرگ بر آمریکا میدادن. بنابراین مسئله اینه که یه عده‌ای هستن که حالا در این عده هم عده غیر دولتی نیستن، ادعی نیستن که به دولت مربوط نباشن، یک ادعی در داخل دستگاه حکومتی ایران هستن که مخالف این موضوعن. اونا هیچ گونه رابطه ای رو با غرب نمیخوان و اونها هستن اتفاقا که گزینه حمله نظامی به ایران رو طلب میکنن و با رفتارشون میگن بیاین ما رو بزنیم، بیاین اصلا جنگ بکنیم. اگه جنگ میخوان خب باید اینو صاف و پوسکنده بگن، یعنی این ترجمه این رفتار یعنی ما جنگ میخوایم. ولی اگر که صلح میخوان و اگر خواهان جنگ با ایران نیستن، بایستی راه حل صلح‌آمیز پیدا بکنن و راه حل صلح‌آمیز غیر از به اصطلاح کوتاه آمدن و مصالحه بر سر این مسائل راه دیگه‌ای به نظر من پیدا نمیشه. حالا امیدواریم راه دیگه‌ای هم باشه که ما نمیدونیم. برخی محافل دیپلماتیک از تلاش فرانسه برای به بن‌بست کشیدن مذاکرات صحبت میکنند. نقش فرانسه را در عدم دستیابی به توافق در گفتگوهای ژنو را چگونه ارزیابی میکنید؟ من فکر نمیکنم فرانسه به طور خاص و به تنهایی بتونه نقشی داشته باشه. اون چیزی که فرانسه ابراز کرد موضوعی هستش که در جامعه جهانی مطرح هستش، منتها فرانسه اون رو ابراز کردش، بیان کرد. فرانسه همین مسئله غنی‌سازی 20% و آب سنگین، تأسیسات آب سنگین در عراق رو مطرح کرد که من الان راجبشون صحبت کردم. من فکر میکنم این خواست جامعه جهانیه، متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم، 20% اورانیوم موضوعی نیست که فرانسه فقط بخواد، موضوعی که انگلیس هم میخواد، موضوعی که آمریکا هم میخواد، موضوعی که عربستان سعودی میخواد، موضوعی که بقیه کشورهای خاورمیانه هم میخواد. بنابراین این که فرانسه اون رو ابراز کرده مسئله مهمی نیست. به هر حال یه نفر در اونجا یه حرفی رو میزنه دیگه. در حالی که امیدها برای رسیدن به توافق در آخرین دور گفتگوها در ژنو افزایش یافته بود، اما طرفین از توافق بر سر مسائلی مشخص باز ماندند. به نظر شما خوشبینی برای حصول توافق در کوتاه مدت میان ایران و جامعه جهانی تا چه اندازه محتمل است؟ من فکر میکنم این که به نتیجه نرسید این مذاکرات چیز عجیبی نیست. این مذاکرات تازه شروع شده به معنی واقعیش امروزه، یعنی قبلا که همش وقت خریدن و به اصطلاح سردرگم کردن طرفهای مذاکره کننده بودش، ولی این بار به نظر میرسه که مسائل جدی هست. اگر ایران این جدی بودن رو دنبال بکنه و اگر ایران باز هم نشون، یعنی با جدی بودن خودش تونست تمام وزرای خارجه رو بدون اینکه از پیش تعیین برنامه‌ریزی شده باشه به ژنو، ظرف یه روز به ژنو ببره، بنابراین این خیلی خیلی حرکت مهمی بود. اینکه آقای کری، آقای هیگ، حتی آقای لاوروف، بقیه همه رفتن به ژنو برای این مذاکرات، این خودش نشون میده که اون رو جدی گرفتن. اگر ایران بتونه این
فضای جدی بودن مذاکرات رو، این پیام جدی بودن خودش رو در این مذاکرات ادامه بده و نشون بده که هدفش وقت خریدن، هدفش وقت کشتن و هدفش بازی کردن با جامعه جهانی نیست، بلکه هدفش واقعا این هست که به یه نتیجه سازنده برسه. من فکر میکنم این مذاکرات نتیجه بخش خواهد بود در به طوری که دو طرف قانع بشن. ولی من بذارین اینم اضافه بکنم که این مذاکرات فقط و نتیجه بخش بودن این مذاکرات فقط بخشی از مسائلیه که جمهوری اسلامی باهاش روبرو هستش. همه مسائل نیست. یک دفعه تمام درها باز نمیشه و تمام مسائل برطرف نمیشه. ایران مسئله دخالت در سوریه مطرح هستش. همین الان در این صحبتی که آقای کامرون برای دور بعدی با آقای اوباما داشتن، مسئله سوریه، مسئله افغانستان، مسئله عراق، یعنی مسئله نقش ایران در منطقه مطرح بود، مسئله حقوق بشر در ایران مطرح بود، مسائل دیگری مطرح هستش، مسئله تروریسم مطرح بود. اینها همه بخشی از بسته مذاکرات و بسته رابطه جامعه جهانی با ایران هست. ایران باید ببینه که آیا میخواد سیاست خارجیش مبتنی بر انزوا باشه یا مبتنی بر مشارکت در جامعه جهانی باشه. اگر میخواد ایران یک پای بازی در جامعه جهانی باشه، یک نقش در منطقه داشته باشه، اون وقت بایستی که نشون بده که این فرایند جدی بودنش در این مذاکرات ادامه پیدا بکنه و وقتی برمیگرده دوباره با دست پری برگرده که باز هم بتونه که به اصطلاح نیروهای اصلی و مهم رو در این مذاکرات درگیر بکنه و این به اصطلاح زمان این مومنتوم این هسته این مذاکرات رو به همین شکلی که در ژنو در هفته گذشته انجام گرفت ادامه بده. یکی از نگرانی فعالین حقوق بشر این است که چنانچه جامعه جهانی با جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای به توافق دست یابد، مسئله حقوق بشر قربانی تفاهم هسته‌ای میان ایران و جامعه جهانی می شود. این نگرانی چقدر جدی است؟ به نظر من مسئله حقوق بشر ایران مسئله ایرانی ها و ایرانه، مسئله غرب نیست. غرب از نقض حقوق بشر در ایران تهدید نمیشه، به غرب ضرری نمیشه. مسئله هسته‌ای مسئله اساسی امنیت جامعه بین المللی هستش. این دو مسئله متفاوته. مسئله حقوق بشر اما مسئله ایرانی هاست. فراموش نکنیم که بین 4 تا 6 میلیون ایرانی در خارج از کشور هستند. اینها این جمعیت به اندازه جمعیت یک کشورن. ایرانی های خارج از کشور یک نفوذی دارن، یک لابی دارن و یک حرکتی دنبال میکنن. همین تلویزیونی که شما دارین، همین برنامه هایی که انجام میشه، اینها اهرم های فشار به جامعه ایران هستش. این اهرم های فشار با حل مسئله هسته‌ای برداشته نمیشه. این غرب نیست که بر مسئله غرب، مسئلهش مسئله حقوق بشر ایران نیست. این ایرانی ها هستن که مسئلهشون مسئله حقوق بشر در ایران هست و از این موضوع کوتاه نخواهند اومد به هیچ قیمتی، به هیچ ترتیبی. فراموش نکنید که ایرانی ها، به خصوص ایرانی هایی که در آمریکا هستند، از نظر بضاعت مالی بسیار بسیار قوی هستند. توانایی زیادی دارند که از NGO ها، از سازمان های به اصطلاح حقوق بشری که به وجود اومده حمایت بکنند. این سازمان ها از بین نمیرن و کنار نمیرن و صدای این سازمان ها خفه نخواهد شد با هیچ قراردادی، با هیچ چیزی، مگر اینکه در ایران زندانی سیاسی نباشه، مگر اینکه در ایران حقوق فردی پایمال نشه، مگر اینکه در ایران قتل‌های بی‌معنی، اعدام‌های بی‌معنی در ملأ عام که اصلا تمام این جامعه رو بیمار کرده از بین نره. اینها مسائلی هستش که مربوط به مردم ایران و مردم ایران نه تنها در داخل ایران، بلکه مردم ایرانی که در بیرون از ایران هستن و دغدغه‌شون مسائل ایران هستش باقی خواهد بود. این مسئله از بین نخواهد رفت. اشاره کردید که حقوق بشر در ایران یک مسئله مربوط به ایرانیان است، اما در جمهوری اسلامی نقض حقوق بشر در غیاب فشارهای جدی از سوی جامعه بین الملل ادامه دارد و به نظر می رسد ایرانیان برای پیگیری مطالباتشان نیازمند اقدام هماهنگ جامعه جهانی هستند. به نظر شما آیا جامعه جهانی توانسته به اندازه مسئله هسته‌ای در مورد حقوق بشر به جمهوری اسلامی فشار بیاورد؟
من گفتم نظر من این هستش که کشورهای غربی و درستم هست، مسئله عجیبی نیستش. کشورهای غربی چندین مسئله اساسیشونه. مسئله اصلی امنیت ملیه. هرچه که امنیت ملی کشورهای جهان رو، ایران هم مسئلهش، هر کشوری مسئلهش مسئله امنیت ملیه. اون چی که امنیت ملی کشوری رو به خطر بندازه در برابرش میستن. حالا این ایستادن ها متفاوته، یکی ممکنه که بزنه بکشه، یکی دیگه ممکنه که با وسایل دیگه ای، با نرمش، با سیاست این مسئله رو بهش بپردازه. کشورهای غربی مسئله اصلیشون مسئله امنیت ملیشون هستش، امنیت مرزهاشون هست، و مسئله هسته ای ایران این امنیت رو به خطر میندازه. مسئله دومی که در درجه اهمیت قرار داره مسئله تجارت، بازرگانی و مسائل اقتصادی این کشورها هستش. ایران با صنعت نفت و گازی که داره و موقعیت استراتژیکی که داره با خلیج فارس، با اینکه تنگه هرمز راه عبور انرژی هستش، نقش مهمی در این مسئله بازی میکنه. بنابراین ارتباط با ایران برای حل مسائل اقتصادی مسئله بسیار مهمی هستش. به علاوه ایران بازار بسیار مهمی برای اقتصاد هست. ایران بازار بسیار مهمی، اگر که سیاست خارجیش اجازه بده، برای سرمایه گذاری هست که به نفع ایران خواهد بود. و تمام این مسائل، اینها ارجحیته. مسئله حقوق بشر در ارجحیت سوم قرار میگیره و بنابراین ما باید بسنجیم که این ارجحیت ها کجاست و تا چه حد چه کشوری از چه موضوعی حمایت میکنه و حاضر چه چیز رو قربانی چه چیز دیگه ای بکنه، چه ارجحیتی رو قربانی ارجحیت دیگه بکنه. من اشاره کردم که در اینجا مسئله حقوق بشر مسئله ارجحیت اول اتفاقا ایرانی ها باید هست و باید باشه و باید بیشتر باشه. ایرانی ها هستن که میتونن با حمایتی که از کشورهای دیگه میگیرن، نه به طور مستقیم بلکه به طور غیر مستقیم حمایت مالی میگیرن، جلوی بسیاری از سر و صدا ایجاد میکنن، حمایت سازمان عفو بین المللی، دیدبان حقوق بشر، بسیاری سازمان های دیگه. ما سازمان های حقوق بشری بسیاری در خارج از ایران داریم که این سازمان ها به طور روزمره در حال فعالیت برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران هستند. و فراموش نکنیم که نقش اونها نقش بسیار مهمی هستش و کشورهای غربی مجبور هستند که به اونها گوش بکنن. این خواست اونها نیست، بلکه خواست ایرانی هایی که در خارج از کشور هستند و به کشورهای غربی فشار میارن. برابر این، وقتی یک کشوری میاد مسئله حقوق بشر رو با ایران مطرح میکنه، اون مجبوره که این کار رو بکنه، برای اینکه لابی ایرانیش بهش فشار میاره. این لابی ایرانی هست که اهمیت داره و در درجه مسئله حقوق بشر موضوع درجه یکش هستش، یعنی ارجحیت درجه یکش هستش، برعکس کشورهای خارجی که ارجحیت سومشون هستش. بنابراین ما باید این تناسب رو درک بکنیم و بر مبنای این تناسب حرکت بکنیم و اون وقت میبینیم که مسئله حقوق بشر از صحنه گفتگوها حذف نخواهد شد. این ایرانی ها هستن که بایستی روی مسئله حقوق بشر پافشاری کنن، در هر جا که هستن، در هر شهری که هستن، از این موضوع گذشت نکنن. به نظر من با سپاس از خانم شهران طبری، روزنامه نگار و عضو حزب کارگر بریتانیا در لندن، برای شرکت در این گفتگو. از شما هم ممنون که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه را می توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید و از همین طریق می توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید. تا برنامه دیگر، شاد و سربلند باشید.